جنگ داخلی که بیش از 1,000,000 نفر کشته داد که 7,000 کشیش هم جزوش بود. جنگی که اولین رویارویی فاشیست و کمونیست بود و توش کلیساها به آتش کشیده شدن. توی این ویدیو میخوایم درباره جنگ داخلی اسپانیا صحبت کنیم که سرآغازی بود برای شروع یه دیکتاتوری 36 ساله توی اسپانیا. داستان این جنگ میتونه برای ملت‌های آزادی خواهی که در شرف دو قطبی شدن هم بسیار آموزنده باشه. با ما همراه باشید. در این جنگ یه طرف دعوا جمهوری خواه بودن که شوروی استالینی پشتشون بود و طرف دیگه ژنرال فرانسیسکو فرانکو بود که موسولینی و هیتلر پشتش بودن. این اولین مقابله رسمی فاشیست و کمونیست در جهان بود که در نهایت ژنرال فرانکو پیروز شد و حکومت دیکتاتوریش تا سال 1975 ادامه داشت و در این سال با مرگش دیکتاتوریش هم تموم شد. در قرن 19 خاندان بوربون ها بر اسپانیا حکومت میکردن که این هم نماد خانواده بوربون هاست. تو سال 1833 ملکه ایزابلا دوم تنها ملکه تاریخ اسپانیا حکمرانی رو به عهده گرفت. وضع سیاسی و اقتصادی اسپانیا در طول حکومت ملکه بسیار خراب بود و مردم اعتراضات خیلی زیادی میکردن تا اینکه تو سال 1868 انقلابی توسط مردم صورت میگیره و ملکه به پاریس تبعید میشه. اما تبعید ملکه به پاریس هم باعث بهبود وضع اقتصادی و سیاسی نمیشه و تو سال 1874 دوباره بوربون ها با کودتای حکومت رو دست میگیرن و آلفونسو 12 پسر ایزابلا تبعیدی به تخت میشینه. آلفونسو 12 تا سال 1885 به مدت 11 سال پادشاه بود و تو این سال در حالی که زنش حامله بود مرد. همسرش ماریا کریستینا که اتریشی بود نایب السلطنه شد و پسرش آلفونسو 13 سال بعد به دنیا آمد. آلفونسو 13 تو سال 1902 در 16 سالی که پادشاهی را به دست گرفت. اوضاع اقتصادی در اسپانیا بسیار به هم ریخته بود و تغییرات متعدد سیاسی هم باعث بهبود اوضاع نشده بود. بیکاری، تورم بالا و کاهش قیمت محصولات کشاورزی از عواملی بود که باعث نارضایتی مردم شده بود. تا اینکه تو سال 1923 فردی به اسم ژنرال میگل پریمو د ریورا که نظامی بود گفت که همه مشکلات ما به خاطر دولت‌ها و مجلس‌های ناکار آمده و با یک کودتا بساط همه چیز رو جمع کرد. پادشاه سر جاش موند و خودش نخست وزیر شد و کشور رو دیکتاتوری کرد. ژنرال قوت مجلس رو به شدت کم کرد و فکر میکرد با سیستم دیکتاتوری وضعیت اقتصاد بهتر میشه، اما مبارزات اقتصادی ژنرال هم نتایج منفی به بار داشت. طبیعیه توی کشوری که سیستم دیکتاتوری داره و هر اندیشه مخالفی حذف میشه توقع بهبود شرایط چیز عجیبیه. حتی ارتشی ها هم از ژنرال ناراضی بودن و پادشاه که اینجوری دید دیگه از ژنرال حمایت نکرد و ژنرال در 28 ژانویه 1930 استعفا داد و حکومت دیکتاتوریش تموم شد. البته ژنرال 2 بعد مرد و این فیلمی هم که میبینید تشییع جنازه ژنراله. بعد از ژنرال 2 نخست وزیر دیگه هم اومدن که اونها هم ناکام بودن. تحت فشارهای مردمی پادشاه تصمیم گرفت که یه انتخابات محلی برای شهرداری برگزار بکنه. انتخابات در 12 آوریل 1930 برقرار شد که توش جمهوری خواها که همگی چپگرا و مخالف سلطنت بودن با اکثریت آرا پیروز شدن. همطور که تو نقشه میبینید فقط توی 5 تا استان سلطنت طلب ها بالای 50% رأی آوردن. نتایج برای سلطنت بسیار شوکه کننده بود و رومانونز وزیر خارجه به شکست مطلق سلطنت اعتراف کرد. نتایج به قدری به نفع جمهوری خواها بود که وزرا گفتن حتی نمیشه به نیروهای مسلح اعتماد کرد تا حمایتی از پادشاهی بکنن و پادشاه هم که وضعیت رو اینجوری دید به فرانسه فرار کرد و بعدش هم به ایتالیا و بعدش هم به پرتغال رفت. جالبه بدونید که آلفونسو 13 تنها پادشاه تاریخه که نامزد جایزه نوبل شده. دو روز بعد از انتخابات یعنی در 14 آوریل 1930 دومین جمهوری اسپانیا اعلام شد. قبل از ادامه ویدیو باید یه توضیح درباره چپگرایی و راستگرایی بدیم چون با این دوتا مفهوم تا آخر ویدیو سر و کار داریم و جنگ داخلی اسپانیا هم در اصل بین این دو گروه. چپگراها شامل مارکسیست ها، کمونیست ها و سوسیالیست ها بودن و معتقد بودن که سیستم سلسله طبقاتی باید منحل بشه.
مالکیت خصوصی باید از بین بره و کارگرای جهان باید برای از بین بردن سرمایه‌داری با هم متحد بشن، که خب سرآمد این ایدئولوژی هم شوروی استالینی بود. در مقابل راستگراها طرفدار سیستم طبقاتی بودن و از مالکیت خصوصی دفاع می‌کردن. چپگراها بیشتر شامل روشنفکرها، کارگرها و کشاورزا بودن و راستگراها بیشتر طبقه مرفه جامعه مثل زمیندارا، روحانیون و بازرگانا بودن. این دو تا مفهوم رو در ذهن خودتون داشته باشید که تا آخر ویدیو خیلی باش کرده. بعد از خروج شاه، کمیته انقلابی تشکیل شد و زامورا به عنوان رئیس جمهور و رئیس دولت که البته چپگرا بود انتخاب شد. این هم فیلمی از کمپین انتخاباتی آقای زامورا هستش. همه اقشار جامعه به شدت از جمهوری حمایت می‌کردن و جمهوری و چپگراها هم شروع به پیاده سازی ایدئولوژی‌های خودشون توی اسپانیا کردن که به زودی باعث نارضایتی اقشار زیادی از جامعه شد. یکی از ایده هاشون سکولاریزه کردن حکومت یعنی جدا کردن دین از سیاست بود، که خب باعث تعطیلی خیریه ها و مدارسی شد که تحت نظر کاتولیک بود، که نارضایتی روحانیون رو برانگیخت. 20,000 تا کلیسا در طول جنگ به آتش کشیده شد و حتی پاپ پایوس صداش در اومد که کاتولیکا و روحانیون در حال اذیت شدن توسط دولت هستن. این عکسی هم که میبینید قبل و بعد کلیسایی که مورد حمله جمهوری خواه قرار گرفته. دومیش این بود که چپگراهای همون جمهوری خواه ادعای حمایت از کارگرها رو داشتن، اما توی سال 1929 رکود بزرگ توی جهان شروع شد که دولت نتونست به وعده هاش عمل بکنه. ما توی این ویدیو کامل درباره رکود بزرگ توضیح دادیم. با عملی نشدن وعده های دولت، اتحادیه کارگری اسپانیا یا CNT یه اعتصاباتی به راه انداخت که به شدت توسط دولت و ارتش سرکوب شد و کارگران رو به این نتیجه رسوند که دولت جمهوری خواه هم به اندازه سلطنت ظالمه. یه نکته هم بگم که برای اولین بار توی این سال به زنان اسپانیا حق رأی داده شد، که اکثر زنان طرفدار گروه های راستگرا بودن. نارضایتی روحانیون و کارگرها از دولت جمهوری و رأی زنها باعث شد که توی انتخابات 1933 راستگراها پیروز بشن. دولت چپگرا نمیخواست حکومت رو به دست راستگراها بده، همین باعث بالا گرفتن تنش‌های سیاسی داخل اسپانیا شد، به طوری که مردم تو کوچه خیابون با هم زد و خورد میکردن و همه اینها وجود یه جنگ داخلی رو محتمل‌تر میکرد. وقایع بعد از انتخابات نوامبر 1933 رو دو سالانه سیاه یا بلک بینیوم میگن، چون نارامی سیاسی و اجتماعی به اوج خودش رسیده بود و همه به جون هم افتاده بودن. مثلا مالکین که اکثرا راستگرا بودن، کارگرا و کشاورزا که اکثرا چپگرا بودن از زمیناشون بیرون میکردن و بهشون میگفتن که برید جمهوری رو بخورید. وضعیت بحرانی اسپانیا تا سال 1936 ادامه داشت، تا اینکه تو این سال باز انتخاباتی برگزار شد و جبهه مردمی که متشکل از همه احزاب چپگرا بود با اختلاف بسیار کمی پیروز شد. عکس سمت راست پرچم جبهه ملی اسپانیا و عکس سمت چپ پرچم آنارشیستا و احزاب کارگریه، که شعارشون نی دیوز نی ایتادو نی پاترون به معنی نه خدا نه دولت و نه رئیس بود. با پیروز شدن چپگراها طرفدارشون به خیابونها ریختن، کلیساها و مرکز سیاسی راستگراها رو به آتش کشیدن و دولت هم هیچ اقدامی در مقابل کارهای طرفداراش انجام نمیداد و به صورت علنی حقوق راستگراها رو نادیده میگیره و رأی دادگاه ها رو به سمت نفع چپگراها میداد. هزاران کشاورز زمین‌های کشاورزی رو به زور از مالکاشون تصاحب می‌کردن، کارگرا درخواست کار کمتر و مزد بیشتر داشتن و از دادن اجاره امتناع می‌کردن. وضعیت روز به روز برای طبقات متوسط مثل زمیندارا و بازرگانا در حال بدتر شدن بود و کودتای نظامی راستگرها تنها راه برای نجات اسپانیا به نظر می‌رسید. دولت برای جلوگیری از هر گونه کودتا، ژنرال‌هایی که مشکوک بود که کودتای نظامی بکنن را از پست‌های مهم خلع می‌کرد. اما با وجود این، ژنرال امیلو مولا کودتای را طراحی کرد و ژنرال فرانکو را بازیکن کلیدی کودتا قرار داد. ژنرال فرانکو که در جزایر قناری بود با کمک دو تن از ماموران اطلاعاتی بریتانیا با نام‌های سسیل ب و هیو پولار، یه هواپیما که هزینه‌اش رو خوان مار ثروتمندترین مرد اسپانیا داده بود تهیه کردن و فرانکو رو از جزیره قناری به مراکش فرستادن تا از نیروهای اسپانیایی که تو مراکش داشتن استفاده کنه و کودتا رو آغاز کنه.
کودتا برنامه ریزی شده بود، اما کودتا چیا برای پیاده سازی اون دسترس میکردن. تا اینکه تو 12 ژوئن 1936 یکی از افسران پلیس به اسم خوز کاستیلو لیوتنانت که از اعضای حزب سوسیالیست بود توسط راستگراها کشته شد و چپگراها برای انتقام تصمیم گرفتن همه اعضای راستگرای مجلس رو دستگیر کنن. اما یه افسر پلیس خوز کالوو سوتلو که رهبر پارلمان و راستگرا بود رو به قتل رسوند. قتل یه رهبر پارلمان توسط نیروی پلیس عمل بی سابقه بود که دولت در قبالش هیچ کار خاصی انجام نداد و این قتل به عنوان یک کاتالیزوری برای کودتا عمل کرد و کودتا رو توجیه پذیر کرد. کودتا در 17 ژوئن 1936 از مراکش آغاز شد و با سقوط مراکش دولت جمهوری دستور داد که بین طرفدارش سلاح پخش کنند. کودتا باعث تقسیم بندی جامعه شد و مردم به جبهه‌ای که طرفدارش بودن پیوستند. راستگراها اسم خودشون رو ناسیونالیست ها یا ملیگره ها و چپگره ها هم که جمهوری خواه بودن. پس وقتی میگیم ناسیونالیست ها منظورمون راستگراها ها یا نظامی ها یا کودتاچیانه و وقتی میگیم جمهوری خواهان منظورمون دولت اسپانیا و چپگره هاست. نکته که وجود داره اینه که این جنگ فقط جنبه داخلی نداشت بلکه باعث تقسیم بندی بقیه کشورهای اروپایی هم شد. آلمان نازی، ایتالیا و پرتغال به حمایت از ناسیونالیست‌ها و شوروی و مکزیک به حمایت از جمهوری‌خواه برخواستن و به صورت علنی براشون سلاح می‌فرستادن. همطور که می‌بینید مرز پرتغال و اسپانیا هم وسیعه و به راحتی به ناسیونالیست‌ها سلاح می‌رسید. بقیه اروپا چی کار کردن؟ سیاست بی‌طرفی رو انتخاب کردن چون می‌ترسیدن که جنگ داخلی اسپانیا به خاک اونها هم کشیده بشه. همطور که اول ویدیو گفتیم این جنگ اولین جنگ رسمی فاشیست و کمونیست بود، به خاطر همین از سراسر دنیا نیروهای داوطلب با اینکه دولت‌هاشون اعلام بی‌طرفی کرده بودن به سمت اسپانیا سرازیر شدن تا برای دو طرف چه ناسیونالیست‌ها چه جمهوری‌خواه بجنگن. از رومانی، ایرلند، یوگسلاوی، داوطلبانی برای کمک به ناسیونالیست‌ها از انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، شوروی، بریتانیا، لهستان، یوگسلاوی، چکسلواکی، مجارستان و کانادا داوطلبانی برای کمک به جمهوری‌خواه اومدن. شاید براتون این سوال پیش بیاد که چرا انقدر این جنگ مهم بوده و تو دنیا برای صف بندی شده بوده. دقیق کنیم، ما داریم درباره سال 1936 صحبت می‌کنیم. 3 سال تا جنگ جهانی دوم مونده. کمونیست، نازیست و فاشیست تو کل دنیا در حال گسترشه. کمونیست با ایده حمایت از کارگرها و اقشار ضعیف جامعه اومده و تو خیلی از کشورها حتی آمریکا و انگلیس طرفدارای خیلی زیادی پیدا کرده و خیلی ها معتقدن که این جنگ اولین رویارویی فاشیست و کمونیست بوده. واسه همین از سراسر دنیا طرفدارای این دو ایدئولوژی به سمت اسپانیا حرکت کردن. ژنرال مولا طراح کودتا ایگون را از شمال گرفت و دسترسی جمهوری خواه به فرانسه بسته شد. از طرف دیگه ژنرال فرانکو هم از جنوب پیشروی کرد و کل غرب دست ناسیونالیست‌ها و شرق و البته پایتخت دست جمهوری خواه بود. در 3 ژوئن 1937، یک سال بعد از شروع جنگ داخلی، ژنرال مولا مرد و ژنرال فرانکو تو 21 سپتامبر فرمانده ارشد نظامی شد. این عکسی هم که میبینید پرچم حزب قانونی رژیم فرانکو یا فالانژیست ها هستش. با روی کار آمدن ژنرال فرانکو ناسیونالیست ها شدت حملات خودشون رو بالا بردن و با اینکه در ابتدای جنگ تعداد نیروهای ناسیونالیست ها و جمهوری خواه ها برابر بود، تو سال 1939 با حمله های چند جانبه ژنرال فرانکو یک به یک شهرهای جمهوری خواه سقوط کرد. در 29 مارس مادرید گرفته شد و تا 31 مارس کل اسپانیا به دست ناسیونالیست‌ها افتاد و در 1 آوریل 1939 3 سال بعد از شروع جنگ داخلی فرانکو طی پیام رادیویی پیروزی خودش رو اعلام کرد. En la entrada de 1939 la España nacional ofrece a todos los pueblos. اما چی شد که با اینکه ناسیونالیست‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در ابتدا تعداد نیروهای تقریبا برابری داشتن، کفه ترازو به سمت ناسیونالیست‌ها سنگین شد و اونها جنگو بردن.
اولین چیز سیاست سکولاریزه کردن حکومت توسط جمهوری خواها بود. جمهوری خواها یا چپگرها معتقد بودند که دین و سیاست باید از همدیگه جدا بشه و شروع به حمله به کلیسا و کشیش ها کرده بودند. در طول جنگ هزاران کلیسا به آتش کشیده شد و 7000 کشیش که 12 تا اسقف هم توش بود به قتل رسیدن. همین باعث شد که کلیسای کاتولیک به سمت ناسیونالیست‌ها متمایل بشه و حتی ژنرال فرانکو رو برکت بده. روحیه مذهبی که طرفدار ناسیونالیست‌ها داشتن یکی از عوامل پیروزی ناسیونالیست‌ها بود. دومین چیز سلاح‌هایی بود که ناسیونالیست‌ها داشتن. درسته که شوروی و مکزیک از جمهوری‌خواها حمایت نظامی می‌کردن و سلاح می‌فرستادن، اما آلمان نازی که حامی ناسیونالیست ها بود در حال تست کردن سلاح های جدید و بمب افکن های جدید بود و اونها رو توی اسپانیا آزمایش میکرد. خیلی از بمباران های هوایی که توی اسپانیا انجام شده توسط نیروهای آلمانی و بمب افکن های آلمانی انجام میشده. سوم، تفاوت نیروهای دو طرف بود. جمهوری خواها اکثرا نیروهای مردمی، شبه نظامی و آموزش ندیده داشتن، در حالی که نیروهای ناسیونالیست‌ها ارتش اسپانیا بود که همگی سازماندهی شده و آموزش دیده بودند. چهارم، توافقی بود به اسم توافق مونیخ که در سال پایانی جنگ داخلی بسته شد و روحیه جمهوری‌خواها را به شدت ضعیف کرد. جمهوری‌خواها امید داشتند که شوروی با کشورهای بی‌طرف اروپایی به یک اتحاد ضد فاشیستی برسه. اما تو 30 سپتامبر 1938 قراردادی بین آلمان نازی، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در مونیخ بسته شد که به توافق مونیخ یا مونیخ اگریمنت معروف شد. بخشی از خاک چکسلواکی که تو نقشه‌ام می‌بینید به اسم سوتدنلند که عمدتاً نژاد آلمانی داشتن به خاک آلمان ضمیمه شد. علت بستن این قرارداد این بود که هیتلر این منطقه رو آخرین منطقه می‌دونست که نسبت بهش ادعای مالکیت داشت و کشورهای اروپایی فکر می‌کردن که اگر این قرارداد رو ببندن و خاک رو به آلمان بدن از یک جنگ توی اروپا جلوگیری می‌کنن و همین قرارداد باعث تضعیف شدید روحی جمهوری خواه شد و همه امید اونا رو به باد داد. پنجمی و مهمترین عامل درگیری داخلی بین جمهوری خواه بود. جمهوری خواه متشکل از کمونیستا، سوسیالیستا و آنارشیستا بودند. کمونیستای پیرو استالین حزب کارگری اتحادیه مارکسیستی یا پوم را غیرقانونی اعلام کردند و بسیاری از اعضای برجسته پوم توسط کمونیستا به قتل رسیدند. حتی کمونیست‌ها به آسایشگاه پوم تو بارسلونا که اورول هم اونجا بستری بود حمله کردن. همین باعث چندپاره شدن حزب و درگیری داخلی اونها شد و قدرت جمهوری‌خواها رو به شدت کاهش داد. در طول جنگ هر دو طرف درگیر ترورهای خیلی زیادی رو انجام دادن. ترورهایی که جمهوری‌خواها انجام میدادن و ترور سرخ و ترورهایی که ناسیونالیست‌ها انجام میدادن و ترور سفید میگفتن. جمهوری خواه در مجموع 38000 نفر از مخالفین خودشون ترور کردن که 7000 کشیش و 13 تا اسقف هم جزوشون بودن و تا پایان جنگ 20% از کل کشیشان اسپانیا کشته شده بودن. ترورهای ناسیونالیست ها که به ترور سفید معروف بود عمدتا بعد از به قدرت رسیدن ژنرال فرانکو بود. بعد از به قدرت رسیدن فرانکو خفقان سیاسی توی اسپانیا شروع شد و در همون ابتدا 26 تا سیاست مدار که جمهوری خواه بودن ترور شدن که در گوری دست جمعی در شهر استپار دفن شدن. البته در طول جنگ هم چون هدف ناسیونالیست ها پاکسازی اسپانیا از هر گونه جمهوری خواه بود، بلا فاصله بعد از فتح شهر شروع به اعدام جمهوری خواه می کردن. ناسیونالیست ها حتی افرادی که به جمهوری خواه رأی هم داده بودن اعدام می کردن. بعد از به قدرت رسیدن ژنرال فرانکو مرگ های مشکوک مخالفان یک به یک شروع شد و تعداد کشته شده ها به دست فرانکو از 20 تا 200 هزار نفر تخمین زده می شد. بقیه مخالفین هم به کارهای اجباری و سخت مثل ساخت راه آهن، تخلیه باتلاق و حفر کانال گمارده می شدن. هزاران جمهوری خواه از اسپانیا فرار کردند و فقط 500 هزار نفر به فرانسه گریختن. البته باید بگیم که هنوز بعد از این همه سال گذشتن از جنگ داخلی اسپانیا تعداد کشته شده های دقیق مشخص نیست و از 500 هزار نفر تا 1 میلیون نفر تخمین زده میشه. علتش هم اینه که اکثر کشته شده ها مردم عادی بودن و
اون موقع سیستمی برای ثبت این کشته شده ها نبود و بعد از اینکه جنگ تموم شد جنرال فرانکو هم نمیخواست آماری بابت کشته شده ها بیرون بیاد، به خاطر همین تعداد دقیقی مشخص نیست و بین 500 تا 1 میلیون نفر تخمین زده میشه. این عکس هم پل پوینتو نوئوو که هم ناسیونالیست‌ها و هم جمهوری‌خواه زندانیان خودشون رو از این پل به پایین پرت می‌کردن و می‌کشتن. همونطور که گفتیم تو اون زمان اکثر روشنفکرا طرفدار جمهوری‌خواه‌ها بودن و فیلم‌ها، کتاب‌ها و نقاشی‌های زیادی رو به نفع جمهوری‌خواه خلق می‌کردن. تو سال 1938 جورج اورول کتاب درود بر کاتالونیا که حاصل تجربیات شخصیش از شرکت در جنگ بود و نوشت. اینجا هم میدونی توی کاتالونیاست که به اسم جورج اورول نامگذاری شده. ما تو ویدیو زندگی نامه اورول کامل درباره زندگی اورول و همچنین حضورش توی اسپانیا توضیح دادیم. اگر کنجکاو هستیم میتونید اون ویدیو رو ببینید. ارنست همینگوی و لیلیان فلورنس هلمن در طول جنگ فیلمی به اسم The Spanish Earth رو ساختن تا تبلیغی بشه برای جمع‌آوری کمک تو آمریکا به نفع جمهوری‌خواه‌ها. در سال 1939 ژان پل سارت داستان کوتاه دیوار رو نوشت. پابلو پیکاسو نقاش معروف اسپانیایی هم تابلو گرنیکا رو که تو تصویر می‌بینید با الهام از بمباران‌های اسپانیا کشید. خوان میرو هم تابلو ارسگادور رو کشید که دهقانی رو با داس به تصویر می‌کشه که البته بعد از بازگشت این تابلو از فرانسه به اسپانیا تابلو ناپدید شد. برسیم به بخش پایانی ویدیو، اینکه بعد از به قدرت رسیدن جنرال فرانکو چه اتفاقی افتاد. همطور که گفتیم بعد از به قدرت رسیدن فرانکو خفقان سیاسی توی اسپانیا شروع شد. فرانکو خودش رو رئیس جمهور مادام العمر اعلام کرد. سانسورهای شدید فرهنگی توی اسپانیا شروع شد. لباس شخصی‌ها به دانشگاه‌ها راه پیدا کردن و فعالیت‌های دانشجوها رو کنترل می‌کردن. پلیس امنیت تو کل شهر تردد داشت و اجازه هیچ گونه فعالیت مخالف جنرال رو نمی‌داد. تا سال 1950 اسپانیا سیاست انزوا رو در پیش گرفته بود و خودش منزوی از کل جهان کرده بود. همین باعث شده بود که مردم توی فقر و گرسنگی خیلی زیادی زندگی بکنن. تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم با شروع جنگ سرد و موقعیت استراتژیک اسپانیا و همچنین اینکه آمریکا و اسپانیا هر دو از مخالفا و دشمنای کمونیست بودن، یه اتحادی بین آمریکا و اسپانیا بسته شد که به نام پیمان مادرید معروف هستش که این باعث شد که یکم وضع اسپانیا بهتر بشه. ژنرال فرانکو در 20 نوامبر 1975 در سن 82 سالگی بر اثر نارسایی قلبی مرد و خوان کارلوس به عنوان پادشاه اسپانیا معرفی شد. فیلمی هم که میبینید تشییع جنازه ژنراله. جسد ژنرال در دره شهدا که شهدای جنگ داخلی توش دفن شده بودن به خاک سپرده شد و دو سال 2018 تصمیم بر این شد که جنازه از اونجا خارج بشه. معاون نخست وزیر گفت که وجود فرانکو در اینجا عدم احترام به قربانیانی که تو اینجا دفن شدن و در نهایت در 24 اکتبر 2019 بقایای جسد فرانکو به مقبره همسرش در مینگوروبیا منتقل شد. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودیم. ما تو ویدیوی بعدی درباره کتاب زنگا برای که به صدا در میآید صحبت می‌کنیم. در واقع این ویدیو پیش زمینه بود برای ویدیوی زنگا برای که به صدا در میآید، کتابی از ارنست همینگوی که خیلی معروف شد و وقایعی از جنگ داخلی اسپانیا رو به تصویر می‌کشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.